But I said, we're going to come back and hit you harder than any country has ever been hit. And the village where I know you are. دونالد ترامپ و طالبان. رئیس جمهور آمریکا چه برنامه در قبال افغانستان خواهد داشت؟ آنها در مورد اشتباهات خود صحبت نمی کنند. اشتباه خروج نابهنگام از افغانستان. درود بر شما، خوش آمدین به سنترال افغانستان. دونالد ترامپ با شکوه بار دیگر به کاخ سفید خواهد رفت و 4 سال آینده رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. طالبان خیلی زود به پیروزی او واکنش نشان دادند. وزارت خارجه این گروه روز چهارشنبه 16 عقرب در بیانیه گفت که بر اساس سیاست متوازن خارجی این گروه آماده است با دولت جدید ترامپ وارد تعامل شده و فصل جدیدی از روابط خود را آغاز کند. طالبان پیروزی دونالد ترامپ را امیدوار کننده توصیف کرده و تاکید کردند که توافقنامه دوحه در زمان ریاست جمهوری و امضا شده بود. شماره از مخالفان طالبان نیز از پیروزی دونالد ترامپ خوشحالند و به این باور هستند که او اجازه نمی‌دهد پای چین به افغانستان باز شود و این سبب می‌شود که اقدامات در برابر طالبان نیز داشته باشد. ترامپ در یک سال گذشته بیشتر از 3 بار تاکید کرده است که میدان هوای بگرام را با هر قیمت شود می‌گیرد. حاضر است با طالبان تعامل و معامله کند ولی آمریکا بار دیگر این میدان هوایی را تصاحب کند. And we were going to keep that because of China, not because of Afghanistan, 1 hour away from where they make their nuclear weapons. So that was a good one. We left, and the way we got out was so embarrassing. And because of that, first of all, 13 dead soldiers. I've gotten to know their families. They're incredible families, but they'll never be the same. میدان هوایی بگرام در دست طالبان است و ادعا می‌شود که چینایی‌ها بر اساس توافق بر بخش‌های آن دسترسی دارند. طالبان با امکانات آمریکایی 3 سالگی پیروزیشان را ما در اینجا جشن گرفتند. اما سیاست خارجی دونالد ترامپ در قبال افغانستان چه خواهد بود؟ در 3 سال گذشته افغانستان محور اصلی سیاست خارجی آمریکا نبوده است. زین رو به باور بسیاری از کارشناسان دونالد ترامپ در کوتاه مدت تصمیمات جدی در قبال افغانستان نخواهد گرفت. زیرا در برنامه‌های کارزار انتخاباتی آقای ترامپ هم ما شاهد کدام طرح روشن و مرتبط با افغانستان نبودیم. اما سیاست او قطعاً وابسته به منافع آمریکا خواهد بود. و با توجه به شرایط فعلی، طالبان شاید گزینه بهتر برای حفظ منافع آمریکا باشد. اما این بدان معنا نیست که دونالد ترامپ طالبان را تایید و افغانستان را فراموش کند. حتی اگر او بخواهد افغانستان را فراموش کند، این افغانستان است که دامن آمریکا را رها نخواهد کرد. حضور چین، ایران و روسیه در افغانستان و رقابت‌های طولانی اینها با غرب بدون شک پای آمریکا را به افغانستان می‌کشاند. آقای ترامپ نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را شرم‌آورترین خروج نظام تاریخ آمریکا خوانده و گفته بود که به همین دلیل است که روسیه با اوکراین حمله کرد، زیرا آنها دیدند که هریس و رئیسش جو بایدن چقدر بی‌کفایت هستند. دونالد ترامپ همچنان بارها ادعا کرده است که دولت جو بایدن تجهیزات نظامی آمریکایی زیاد را به ارزش به گفته او 85 میلیون میلیارد دلار پس از خروج از افغانستان برای طالبان پشت سر گذاشته و تلویحاً گفت که تلاش می‌کند برای پس گرفتن این همه تجهیزات. او در 13 جوزای امسال در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت گفت که هیچ کس نمی‌تواند این را باور کند که بزرگترین فروشنده تجهیزات نظامی پس از آمریکا افغانستان است. هرچند که کارشناسان نظامی میگویند دونالد ترامپ توافقنامه دوحه را امضا کرده است و طالبان به او راحت‌تر کنار می‌آید و حتی وزارت خارجه طالبان نیز به این خوشبین است، اما این دونالد ترامپ 5 سال قبل نیست. این ترامپ به یک بارگی از تجارت به سیاست نیامده است. این دونالد ترامپ این بار از دنیای سیاست به کاخ سفید می‌رود. این دونالد ترامپ در 8 سال گذشته آگاهی کامل از بازی‌های منطقه‌ای و شرایط جهان و مشخصاً افغانستان کسب کرده است. ترامپ با وجود خروج آمریکا از افغانستان اما ابزارهای زیادی برای فشار بر طالبان نیز دارد و اگر بازی به وفق مرادش پیش نرود قطعاً می‌تواند از این ابزارها استفاده کند. از نفوذهای درون طالبان گرفته تا حرم فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی. آمریکا بزرگترین کمک کننده به افغانستان است و ترامپ بارها گفته بود شاید او جلو ارسال بسته‌های دلاری به این کشور را بگیرد. حتی اگر این کار نشود، قطعاً نظارت بیشتری بر آن خواهد داشت. واشنگتن در ماه‌های اخیر معافیت‌های فراوانی به طالبان عطا کرده است که دونالد ترامپ می‌تواند با
با محدود کردن آن جلوه تعامل طالبان به جهان را بگیرد. آمریکا همچنان ابزار نظامی در برابر طالبان را نیز دارد. اگر تصور کند به صورت کامل به واشنگتن پشت میکند، میتواند با جنگنده های بدون سرنشینشان اهداف مشخص را هدف قرار دهد. اما قطعا دونالد ترامپ تلاش میکند طالبان را در چنگ داشته باشد و خیلی بعید است که بخواهد مخالفان این گروه را در افغانستان تجهیز و تمویل کند. اما بدون شک آمریکا بدون آن که اقدام نظامی در برابر طالبان کند هم میتواند این گروه را تضعیف نماید. از جمله در صورت وضع محدودیت بر این گروه و گرفتن یا حداقل کن کردن روند تعاملشان با جهان این گروه را تضعیف کند. بانگاه طالبان خود به خود با فروپاش درونی مواجه خواهد شد. به عنوان سخن پایانی و در جمع‌بندی ما حرفم در مقدمه را بار دیگر تاکید میکنم. برای آمریکا منافع این کشور اهمیت دارد و تا اینجای کار واشنگتن با وجود برگشت طالبان به قدرت و خروج از افغانستان بدان دست یافته است. با توجه به اینکه دیگر افغانستان محور اصلی سیاست خارجی آمریکا نیست، احتمال می‌رود که دونالد ترامپ در کوتاه مدت تغییری در سیاست کشورش در قبال افغانستان و طالبان نیاورد. اما در این زمینه هم می‌تواند استثناءات باشد، مثل سخنان این مقام طالبان. مختص کولای شو چې نن هغه اسلحه چې دښمن موږ په ویروي، موږ هغه نن چې بیت المقدس د دې زور وقته لاندې دی، کاشکې دغه اسلحې دا د مسلمانانو او اسلامي دولتونه او دغه دا قرباني کړې وای، دا یې نن په واحد قیادت وای، د دې په اتحاد وحدت او په خپل امکانات دې عقیده لرلی، نن به هیڅ کله موږ هغه بیت المقدس د کفارو د یهودو نسوارو لاس لاندې نه راتو، نه به هیڅ کله په افغانستان یا په اسلامي دولتونو چاته جوز کو. خو لویه وجه دا ده چې موږ هغه څه چې الله په قرآن کې ورته فرمایي چې وعد لهم استطعتم، تاسې اصلحې زده کړئ، تاسې اصلحې واخلئ، تاسې هغه استعمال کړئ د خپل دفاع په خاطر باندې. که موږ په دې باندې عقیده کلکه ولرو، په دې عمل کړی وای او دا موږ کار وکړو، هیڅ کله به موږ د دښمن بیا بری ونه ممي. انشاءالله زه اطمینان درکوم نن نه بعد موږ تاسې هغه څه چې خدای امر کړی دی چې تاسې اصلحې او تاسې خپل قوت، تاسې خپل امکانات په کار واچوئ، جوړ یې کړئ، زده یې کړئ. چون این سخنان و البته اقدامات عملی طالبان در راستای در خطر انداختن منافع کشورهای دیگر و یا انجام حمله از خاک افغانستان بر کشورهای دیگر و یا متحدان ایالات متحده آمریکا پای دونالد ترامپ و آمریکا رو بار دیگر به افغانستان بکشاند، اما قطعا این بارانان طولانی مدت در افغانستان نخواهد ماند و اگر بخواهد اهداف را هدف قرار دهد بار دیگر بر پایگاه‌هایشان باز خواهند گشت.